از امام جواد علیه السلام نقل است فرمود بی‌اعتنا بودن و کمتر در حفظ و یاد داشتن عیب دیگران و توجه داشتن به اصلاح عیب خیش علامتی درست برای سلامت کار آدمی است. و فرمود فروگذاردن خشم خیش به هنگام ناسازگاری او با دیگران کفایت کننده حلم و بردباری اوست. برادران و خواهران عزیز، روز گذشته در موضوع طرح ساماندهی به مؤسسات آموزشی غیر دولتی نکاتی رو به استحضار رساندم، اما برخی شعارهایی که روز گذشته در اجتماعی که برخی عزیزان بسیجی دانشجو در جوار مجلس مطرح کردند به هیچ وجه با مصالح نظام و ادب اسلامی سازگار نبود. این شعارها و متاسفانه مطالب موهن دیگر در بنرها چیزی نبود که مخفی باشد. در منظر تمام رسانه‌های داخلی و خارجی این اقدامات صورت گرفت. آیا درست است قوه مقننه کشور که مفتخر به اسلامی بودن و ولایی بودن است این گونه در معرض ناسزا و دشنام قرار گیرد؟ این مجلس رو متهم به کیف انگلیسی می‌کنید؟ این مجلس رو متهم به بی‌ولایتی و تهدید به تعطیلی می‌کنید؟ این مجلس خمینی است، این مجلس خامنه‌ای است. و همینطور از جانب بعضی از دوستانی که به اینها دیروز و امروز توهین شد، آقای رئیس چطور میشه احزاب دیگر میان میخوان راهپیمایی بکنن، میرن مجوز میگیرن، ولی اینجا پشت پرده نهار برای بعضی از افراد تهیه میکنن، آب میوه تهیه میکنن، اتوبوس و مینیبوس میارن، بلنگو میارن، در جلوی مجلس 150 نفر رو به اسم کل ملت. شما اگر عرضه میداشتید در تهران رأی آقای احمدی نژاد رو پیشنهاد دارم، اجازه بدین. کی مطرح میکنه؟ چند پیشنهاد چاپ شده داریم؟ خودم یک از پیشنهاد دارم. آقای یوسف نژاد، بله، آقای لاهوتی و آقای یوسف نژاد جداگانه یک پیشنهاد رو مطرح کردن. آقای لاهوتی قبلا راجعه کردن، گفتن که الحاقی رو مطرح میکنیم، منتها متن باید تصویب بشه. تشکر میکنیم. بنشین آقایون، نباید فضای مجلس رو اینجوری جمع. قبلا توجه بکنید، ما قبلا در اختلاف بینش مجلس در مورد طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم دستور الحاقی هاست. الحاقی اگر هست بعد از تصفیه. بسیار خوب، دوستان در صندلی هاشون مستقر باشن. ماده واحده پیشنهاد من به جای انتخابات شوراها با ریاست جمهوری، نه، انتخابات خانم الهیان پیشنهاد دارم. بله بله، خانم الهیان در به تعویق بیفته و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت هم است که کلیه انتخابات شوراها و انتخابات